میگن که داره یه موشک جدید توی خط تولید قرار میگیره که مشخصاتش واقعا جذابه. میگن که چند تا چشم داره و میتونه هر هدفی رو توی آسمون شکار بکنه. اما اشتباه نکنید، در مورد موشک بالستیک حرف نمیزنم. منظورم یه موشک کوچیک و پدافندیه که اگر چیزایی که در موردش میگن حقیقت داشته باشه، هیچ هدفی نمیتونه از دستش فرار بکنه. درود بر شما، اینجا کانال نبردآورانه و من هم جلال هستم. امروزم با یک ویدیوی جذاب پیش شما اومدم، بررسی یک موشک فوق‌العاده با مشخصات فوق‌العاده. حتما تا آخر ویدیو همراه من بمونید، چون مطمئنم که آخر ویدیو از اطلاعات اون شگفت زده میشید. ولی اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید، این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو بزنید تا از محتواهای بعدی ما باخبر بشید. لایک هم فراموش نکنید. شنیدید که ایران اخیراً تمرکز زیادی رو روی ساخت سامانه‌های پدافندی گذاشته، مخصوصاً برای مقابله با پهپادها و موشک‌های کم ارتفاع. یکی از جدیدترین دستاوردهاش توی این زمینه موشک قائم 118، یه موشک پدافندی کاملاً بومی که طراحی شده تا بتونه از فاصله نزدیک اهداف هوایی رو سریع شناسایی و منهدم بکنه. ایده ساختش هم از جایی شروع شد که تهدید پهپادهای سبک و تهاجمی توی منطقه خیلی زیاد شد و لازم بود که نیروهای ایرانی یه سلاح چابک و دقیق برای مقابله باهاش داشته باشن. قائم 118 برای اولین بار در سال 1403 یعنی بهمن ماه رونمایی شد و خیلی هم سر صدا به پا کرد، چون روی خودروهای تاکتیکی نصب شده بود و هر پرتابگرش 5 تا موشک آماده شلیک داشت. چیزی که جالب ترش میکرد سیستم‌های هدایت ترکیبی اون بود، یعنی میتونست با رادار، حسگر حرارتی و دوربین الکترواپتیکی هدف رو همزمان ردیابی بکنه و اون رو منهدم بکنه. این یعنی حتی اگر دشمن بخواد با اختلال الکترونیکی جلوی اون رو بگیره، باز هم احتمال درگیری خیلی بالاست. اما هدف اصلی این موشک فقط یه نمایش قدرت ساده نبود. قائم 118 ساخته شده تا بتونه از واحدهای زمینی، پایگاه‌ها و مراکز حیاتی توی فاصله نزدیک محافظت بکنه، یه جور حلقه دفاعی نزدیک که وقتی سامانه‌های بزرگتر مثل باور 373 یا سوم خرداد مشغول اهداف دورترن، یکی بیاد وسط و با سرعت و دقت اهداف کم ارتفاع مثل پهپاد یا موشک کروز رو بزنه. خلاصه باید بگم که قائم 118 اومده تا دفاع هوایی ایران رو کامل‌تر بکنه. حالا شاید این سوال پیش بیاد که اگر این موشک اینقدر پیشرفته است، پس توی جنگ 12 روزه با اسرائیل کجا بوده؟ چرا هیچ خبری ازش ما نشنیدیم؟ و واقعا منطقیه. جوابش هم ساده است. قائم 118 هنوز یک سامانه نسبتاً جدیده و تازه داره میفته توی خط تولید. اون موقع تازه رونمایی شده بود و به احتمال زیاد فقط چند تا نمونه اولیه‌اش در اختیار نیروها بوده. ضمن اینکه این موشک برای دفاع نزدیک طراحی شده، نه برای درگیری‌ها در فاصله بسیار دور یا عملیات‌های تهاجمی مثل این جنگی که دیدیم.
به همین خاطرم هست که توی صحنه‌های نبرد واقعی زیاد دیده نشده و توی مرحله تست‌های میدانی و آماده سازی برای استفاده گسترده است که البته چیزی که ما فهمیدیم تست‌های میدانیش بالکل انجام شده و الان داره با چند طرح مختلف روی خودروهای تاکتیکی نصب میشه. بریم سر اصل مطلب. اصلاً قائم 118 چیه و چرا انقدر حرف برای گفتن داره؟ قائم در واقع یه سامانه پدافندی کوتاه برد و متحرکه، یعنی برای حفاظت از نیروها و تأسیسات توی فاصله‌های نزدیک طراحی شده. اما چیزی که اون رو خاص می‌کنه ترکیب سبک وزن و فناوری‌های دقیقیه که درونش گذاشتن. یکی از حرفای جذاب دربارش اینه که در حقیقت جز اولین نمونه‌های مهمات پرسه‌زنه با نقش پدافندی، یه وسیله که شبیه موشک و شبیه مهمات و هم میتونه دقت داشته باشه و هم میتونه پایداری عملیاتی داشته باشه. بدنش از کامپوزیت و آلومینیوم ساخته شده و وزنش کمتر از 35 کیلوگرمه. گزارش شده که یعنی فوق‌العاده سبکه و همه جوره جمع جوره و هر جایی میشه ازش استفاده کرد، چیزی که از یک جنگ افزار پدافندی انتظار میره. با وجود جسه کوچیک، برد اعلام شدهش حدود 25 کیلومتر کافی برای محافظت از یک پایگاه یا یک ستون رزمی در برابر پهپادها و اهداف کم ارتفاع. خیلی جالبه که این موشک رو شما میتونید به صورت دوش پرتاب هم استفاده بکنید و آماده است برای شلیک روی خودروها که هر لحظه به سمت هدفش پرواز بکنه. در هر صورت ایده اینه که چند فروند قابل حمل و آماده برای شلیک روی خودروها سوار میشن تا پوشش سریع و چند لایه رو فراهم بکنن. این چیزی که ما شنیدیم، میگن که میخوان فعالیت روی دوش پرتاب هم برای این موشک انجام بدن. البته اگر این کارو بکنن خب خیلی تاثیرگذاریش بیشتر میشه. یکی از مهمترین برتریاش هم همین رادار مخصوص کشف اهداف کوچیکه، یعنی قابلیتی که برای پیدا کردن پهپادها یا اجسام کم انعکاس طراحی شده. علاوه بر رادار، قائم از ترکیب حسگرها استفاده میکنه. رادار، دوربین الکتروپتیک و حسگر فروسرخ که مثل چند تا چشم با هم کار میکنن و اینجاست که بهش میگن که همه چیز رو میتونه ببینه یا حتی میتونه اهداف کوچیک یا پنهان شده رو هم شناسایی بکنه. روی دماغش یه باند چند فنالهیه که دقتش رو خیلی میبره بالا و وقتی که هدف در فاصله مناسب قرار بگیره فیوزای مجاورتیش فعال میشه، یعنی لازم نیست حتما به هدف بخوره. انفجار در نزدیکی و پخش ترکش ها کار نابودی رو انجام میده. این روش برای از کار انداختن پهپادها یا اهداف کوچیک خیلی موثره. چابکی این سامانه باعث شده که خیلی راحت بتونه خیلی از مناطق رو تحت پوشش قرار بده و سریع هم جابجا بشه. تقریبا میشه گفت که یه چیزی توی مایه‌های مجیده، ولی خب باز هم قابلیت‌هاشون با هم فرق می‌کنه. از منظر شبکه‌ای هم این قابلیت رو داره که اطلاعات رو با سایر پرتابگرا یا مرکز کنترل آتش به اشتراک بذاره. بنابراین چند قائم با هم میتونن هماهنگ عمل بکنن و همزمان روی چند تا هدف با هم کار بکنن، مثل تیم دفاعی. حالا البته محدودیت ها هم باید بهتون بگین تا واقع گرایانه باشه این ویدیو. بردش نسبت سامانه های دوربرد کمتره و بعضی جزئیات فنی حساس مثل وزن دقیق سر جنگی، سرعت طی مسیر و میزان مقاومت در مقابل جمینگ به طور شفاف منتشر نشده. شاید خیلی قوی باشه و شاید هم ضعیف باشه. همچنین احتمالاً در فازهای اولیه استقرار تعداد نمونه ها محدود بوده و حالا کم کم از اونا استفاده کردن و الان هم توی خط تولید قرار گرفته. اما بیاید این ویدیو رو یه مقدار جذابترش کنیم، یه مقدار هیجانش رو بیشتر بکنیم تا شما هم از اون لذت ببرید. برای اینکه بفهمیم قائم 118 چه ویژگی هایی داره، باید با یه نمونه خارجی اون رو مقایسه بکنیم. یکی از معروف ترین سامانه های دفاع نزدیک توی دنیا موشک استینگر آمریکایی یا RBS-70 سوئده. برد عملیاتی استینگر حدود 8 کیلومتره، در حالی که قائم 118 حدود 25 کیلومتر برد داره، یعنی
سه برابر فاصله، میتونه توی اون فاصله تهدید رو از بین ببره. از نظر وزن و تحرک اسینگر کاملا سبک و قابل حمله، ولی قائم با بدنه کامپوزیت و آلومینیوم کمتر از 35 کیلوگرم و لانچرای چند فرندی ترکیبی از تحرک بالا و آتش چندتایی همزمان رو داره، چیزی که اسینگر به تنهایی نمیتونه اون رو ارائه بکنه. سیستم هدایت هم جالبه، اسینگر معمولا از هدایت‌های حرارتی یا فروسرخ استفاده میکنه، ولی قائم از رادار، دوربین و حسگر حرارتی بهره میبره، یعنی چند حسگریه، حتی دوربین الکتروپتیکی هم که میگن داره و دقت بالاتر توی کشف اهداف کوچیک رو توی شرایط دشوار رو هم براش فراهم میکنه. سر جنگی البته مشابهه، هر دو با انفجار و ترکش کار میکنن، اما باند چنفناله و فیوز مجاورتی قائم باعث میشه که احتمال اصابت به اهداف کوچیک خیلی بیشتر بشه. در مجموع میشه گفت که قائم 118 یه نسخه پیشرفته تر و چند منظور تر نسبت به سامانه های کلاسیک غربیه، مخصوصا برای پوشش دفاع نزدیک با توانایی مقابله با موج پهبادی و تهدیدهای کم ارتفاع. یه نکته رو اول بهتون بگم درباره راداری که قائم رو هدایت میکنه، سند رسمی هنوز منتشر نشده، اما از نظر فنی چند تا سناریوی منطقی کاملا محتمله که هر کدوم پیام و محدودیت خودشونو دارن. اولی ترکیب پسیو یا رادار پشتیبانه، در این حالت قائم میتونه با ابزارهای پسیو الکترواپتیک و ترمال هشدار اولیه رو بگیره تا کمتر لو بره، ولی وقتی که هدف تایید شد با تهدید تایید شد حتما جدیتر بشه و به سمت هدفش بره. یه رادار فعال قوی کنار لانچر یا رادار کوچیک روی خود لانچر روشن میشه و قفل نهایی و هدایت فایر کنترل رو انجام میده. ببینید دو مدل گفتیم، یه جا روی خود خودرو سوار میشه، یه جا در کنارش یک رادار پسیو هم اضافه میشه با یه خودرو دیگه. این تا اینجا شد دو تا سناریو. بعد از این یک مزیت رو ایجاد میکنه، کمتر شناخته میشه، البته یه عیبی هم داره، برای قفل دقیق در نهایت نیاز به فعالسازی راداره. دومی خودروی رادار آرایفازی و دنباله رو، مثل کاشف 99. کاشف 99 همون سامانه یه که در کنار مجید هم گاهن دیده میشه. این مدل یه رادار قوی و بلند برده و دنبال لانچر حرکت میکنه و نقش چشم زودهنگام رو بازی میکنه، یعنی هشدار زودهنگام رو اعلام میکنه به لانچرها و شلیکا انجام میشه. سومی که یه مقداری هم جذابه، اضافه کردن یک دوربین الکتروپتیک شبیه مجیده، نصب یک دوربین که با لیزر اون هدفش رو پیدا میکنه و با دوربینای فروسرخ شناساییش میکنه و لیزر اون رو قفل میکنه و موشک به سمت اون شلیک میشه. اما این سیستم ها که با دوربین و شرایط دوربینای حرارتی و لیزر کار میکنن یه محدودیتی هم دارن، توی هوای مهالود و هوای خراب نمیتونن درست عمل بکنن. اما بریم سراغ بخش فنی و دقیق تره، ببینیم که قائم 118 از نظر توانایی فنی چقدر میتونه تهدیدهای مختلف رو جلوشون رو بگیره. قاعده بازی اینه، اول ویژگی هر تهدید رو یه نگاه بهش میکنیم و بعد توانایی های قائم رو میسنجیم و در نهایت نتیجه میگیریم که شانس موفقیت چقدره. اولویت اول پهپادهای متداولن، مثل هرون، پهپادهای غول پیکر. هرون یه پهپاد متوسطه، بدنه بزرگتر و RCS بالاتر نسبت به پهپادهای کوچکتر داره. از نظر کشف این دست پهپادها برای رادارهای مناسب مشکل آفرین نیستن. یعنی چی؟ یعنی قائم میتونه خیلی ساده با کاشف 99 یا رادارهای فایر کنترل کوچیک قائم به راحتی میتونن چنین پهپادی رو ببینن و با یک شلیک کافیه ترکشاش هم به سمتش پرتاب بشه و توی فاصله حتی چند متریش منفجر بشه تا این پهپاد رو از بین ببره و با فیوزای مجاورتی که داره خیلی راحت در نزدیکی اون فعال بشه. اما بریم سراغ دسته دوم، یعنی دسته پهپادهای انتحاری مثل هاروپ. اینا کوچیکترن، کم انعکاس ترن
و وقتی که حمله میکنن خودشون رو به هدفشون میکوبن. نکته اینه که همین کوچیک و شکننده بودن حکمشون رو راحت تر میکنه، چون انفجار نزدیک و پخش ترکشا دقیقاً به همون کمک میکنه. تحلیل فنی میگه که اگر سیستم های کشف اولیه کار بکنن و قفل سری برقرار بشه، قائم یکی از بهترین گزینه ها برای مقابله با این پهپادهای هاروپ‌گونه است، یعنی پهپادهایی که انتحاری هستن. فیوز مجاورتی و ترکش شونده دقیقاً واسه همین موارد به کار میاد. اما دسته آخر پهپادهای خیلی کوچیک و ریز پرنده، اینجا این مقداری احتمالاً کارش سخت میشه. البته ما نمیدونیم، شاید یک راههایی رو براش اندیشیده باشن، ولی وقتی که قائم با رادار مخصوص اهداف کوچیک و الگوریتم پردازش بتونه جلوی اون پهباد و اون ریزپرنده کوچیک رو بگیره، با ترکشاش میتونه اون رو متوقف کنه. ولی خب این ریزپرنده ها به سادگی توی رادارها دیده نمیشن. خلاصش این میشه که واقعا این مورد آخر چالش برانگیز میشه و نیاز به یک رادار خیلی حساس، الکترواپتیک قوی و یا پردازش سیگنال خوب داره. اما جذابترینش موشکای کروز و موشکایی هستن که توی ارتفاع پایین پرواز میکنن، مثل تام هاک سرعت قابل توجهی داره، توی فاز نهایی هم خیلی ارتفاع رو کم میکنه و RCS رو طوری طراحی میکنه که کشفش سخت باشه. این یعنی زمان واکنش خیلی کوتاهه. قائم با برد حدود 25 کیلومتر در بسیاری از این سناریوها نمیتونه به تنهایی تضمین بده که تام هاک سرنگون میشه و از بین میره. اگر کاشف 99 پوشش عالی بده و زود خبر بده، با چند لانچر میتونه جلوی یک موشک کروز رو بگیره. اما کلن من این رو به شما بگم، این سامانه کلن ساخته شده که بیا توی یک حلقه کوچیک توی رینگ پدافندی قرار بگیره. البته تمام این مشخصات و تمام این تحلیلایی که ما الان داریم به شما اعلام میکنیم، طبق نظر کارشناسای فنی و توضیحاتیه که مقامات در مورد این تجهیزات نظامی دادن و ما هنوز عملکرد دقیقی رو از این موشک ندیدیم. امیدوارم که با ویدیوی امروزمون تونسته باشیم نظر شما رو جلب کرده باشیم. حتما برای من نظراتتون رو بنویسین و به من بگین که دوست دارید توی ویدیوهای بعدی در مورد چه تجهیزات نظامی بیشتر ویدیو بسازیم. نظراتتون رو میخونم و حتما این نظرات رو توی ویدیوها تأثیرش میدم. اینجا کانال نبرداورانه و من هم مخلص شما جلال هستم.